آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سخنانی به نحوه حل موزل برجام اشاره کرد و گفت تنها راه حل که باعث خواهد شد که ایران کاهش تعهداتش را کم کند این است که آمریکا تحریم‌های ایران را کنار بگذارد و این موضوع راستی آزمایی شود. وی با اشاره به اینکه نباید مغلوب و مرعوب قدرت اقتصادی و سیاسی آمریکا شد، به افول آمریکا از لحاظ آبرو، قدرت و انتظام اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت تصور بسیاری از قدرت و توانایی‌های آمریکا غیر واقعی است و تحت تأثیر بزرگنمایی‌هایی قرار دارد که قدرت‌های جهانی ایجاد می‌کنند. خامنه ای همچنین با اشاره به موضوع برجام با بیان این موضوع که آمریکا و اروپایی ها حق ندارند که برای جمهوری اسلامی ایران در خصوص برجام شرط بگذارند اظهار داشت گوش جمهوری اسلامی بدهکار مهملگویی های مدعیان چه در اروپا و چه در آمریکا نیست. وی افزود اگر قرار به گفتگوی منطقی و مستدل باشد، باید توجه داشت که این آمریکا و سه کشور اروپایی هستند که همه تعهدات برجامی را زیر پا گذاشتند و حق ندارند برای برجام شرط و شروط تعیین کنند. خامنه ای با اشاره به لغو تحریم‌ها در آغاز برجام اظهار داشت آنها به طور موقتی تحریم‌ها را تعطیل کردند و علاوه بر اینکه دوباره به تحریم‌ها بازگشتند، آنها را افزایش هم دادند. وی افزود سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران لغو همه تحریم‌ها توسط آمریکا و راستی آزمایی آن توسط ایران است. خامنه ای خاطر نشان کرد تنها در این صورت است که ایران به تعهدات برجامی باز خواهد گشت. وی تأکید کرد اگر آنها می‌خواهند ایران به تعهدات برجامی که چند تعهد آن را لغو کرده برگردد، باید آمریکا تمام تحریم‌ها را در عمل لغو کند. وی افزود اگر ایران احساس کند که تحریم‌ها به درستی لغو شده است، آن وقت به تعهدات برجامی باز می‌گردد. خامنه ای این سیاست را سیاست قطعی جمهوری اسلامی دانست و با بیان اینکه این سیاست مورد اتفاق مسئولان جمهوری اسلامی قرار دارد، تأکید کرد جمهوری اسلامی از این سیاست بر نخواهد گشت. در واکنش به اظهارات خامنه ای، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز به صراحت اعلام کرده است که آمریکا قبل از بازگشت ایران به تعهدات برجامی تحریم‌ها را لغو نخواهد کرد. به گفته بسیاری از تحلیلگران، گرچه این اظهار نظرهای قطعی در مذاکرات احتمالی بعدی قابل تعدیل خواهند بود، اما ممکن است این موضوع که کدام یک از طرفین باید ابتدا به تعهدات پیشین خود بازگردد، یک بنبست جدید را در گفتگوهای برجامی و مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا ایجاد کند. این در حالی است که دو دهه است که جمهوری اسلامی ایران را به گروگان سیاست غنی‌سازی درآورده و تا کنون میلیاردها دلار خسارت برای کشور به همراه داشته است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه CBS نیوز که روز جمعه ضبط شده بود، در پاسخ به سوال مجری برنامه CBS نیوز که پرسید آیا ایالات متحده اول تحریم‌ها را برخواهد داشت تا ایران به پای میز مذاکره بازگردد، گفت نه. وی همچنین در ادامه در پاسخ به سوال مجری که پرسید آیا آنها ابتدا باید به غنی‌سازی اورانیوم پایان دهند، سر خود را به نشانه تایید تکان داد. این پاسخ‌ها که کوتاه‌ترین پاسخ به موضوع پیچیده ی بحران هسته‌ای ایران بود، نخستین موضع رئیس جمهوری آمریکا پس از به قدرت رسیدن در آمریکا می باشد. عدم دقت بایدن به پاسخ در سوال دوم که فقط با اشاره سر انجام شد، سوء تفاهماتی را دامن زد که بلافاصله کاخ سفید در توضیحی در مورد مصاحبه گفت که منظور جو بایدن از عدم انجام غنی‌سازی به قرارداد برجام مربوط می باشد و مقصود وی از انجام غنی‌سازی بیش از آن است که در قرارداد برجام مطرح شده است. برخی ابتدا گفتند بایدن به موضع خامنه ای پاسخ داده، ولی بعد معلوم شد که این مصاحبه قبلا انجام گرفته است. رهبر جمهوری اسلامی که از انجام این مصاحبه خبر نداشت، در نقطه مقابل این سخنان گفته بود ایران هنگامی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که آمریکا همه تحریم ها را در عمل و نه در حرف یا بر روی کاغذ لغو کند و این لغو تحریم ها مورد راستی آزمایی ایران قرار گیرد.
این سیاست قطعی و غیرقابل برگشت جمهوری اسلامی و مورد اتفاق همه مسئولان است و هیچ کس از آن عدول نخواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به دنبال مصاحبه جو بایدن در مصاحبه تلویزیونی که به نظر می رسید تحت فشار رهبر انجام گرفت، مواضع نسبتاً متفاوت و تندی نسبت به مصاحبه های قبلیش انجام داد. حتی متفاوت با مصاحبه‌ای که صبح یکشنبه با تلویزیون CNN انجام داد. وی هم بر شروط رهبر مبنی بر راستی آزمایی رفع تحریم ها تاکید کرد و همچنین بر خلاف مصاحبه قبلش بر پرداخت خسارت تاکید کرد و همچنین عملاً انجام مذاکره را نفی کرد. ظریف در این مصاحبه با تاکید بر اینکه در مورد برجام مذاکره صورت گرفته و نیاز به مذاکره مجدد ندارد، در پاسخ به سؤال دیگری در مورد موضوع خسارت‌های وارده به ایران به خاطر خروج آمریکا از برجام و چگونگی جبران آن گفت: در مرحله اول همانطور که بارها تاکید کرده ایم، آمریکا باید تعهدات خود را انجام دهد و ما اجرای این تعهدات را راستی آزمایی کنیم، که البته این راستی آزمایی دشوار نیست، و بعد بحث می کنیم که آمریکا چگونه می تواند به مذاکرات 5+1 برگردد. وی گفت: همانطور که می دانید اکنون ما مذاکرات 4+1 داریم و علی‌القاعده اگر آمریکا به تعهدات خود عمل کند، آنها مخالفتی با این موضوع ندارند و در آنجاست که باید یک چیزهایی مشخص شود و حتی ممکن است قبل از بازگشت آمریکا به برجام در مورد این مسائل صحبت شود، از جمله اینکه چه روندی در پیش گرفته شود که آن تجربه، یعنی خروج آمریکا از برجام، تکرار نشود و آمریکا باید نشان دهد که این تجربه را بار دیگر تکرار نمی کند. اگر قرار است گفتگویی صورت بگیرد، در مورد این موضوعات باید صورت بگیرد، نه موضوعات خارج از برجام. ظریف افزود: یکی دیگر از مسائل این است که خسارت‌های وارد شده به ایران مشخص شود و چنین تجربیاتی دوباره تکرار نشود. البته بعید می‌دانم که در آینده نزدیک این اتفاق‌ها بیفتد و گام اول این است که آمریکا به تعهدات خود در برجام عمل کند. ظریف در مورد اجرای قانون مجلس در مورد توقف نظارت‌های فراپادمانی در صورتی که آمریکا و کشورهای اروپایی به تعهدات خود باز نگردند گفت: قانون مجلس مشخص است و اگر آنها به تعهداتشان عمل نکنند، این قانون اجرا می شود. وی افزود: در این فرایند تعداد بازرسان آژانس کمتر می شود و میزان بازرسی ها کاهش پیدا می کند. امکان بازگشت و معکوس کردن این روند وجود دارد. آنها می توانند با اجرای تعهداتشان این مسیر را محقق کنند. به نظر می رسد آنها هنوز نتوانستند تصمیم بگیرند و ما صبر می کنیم که آنها تصمیماتشان را بگیرند. ظریف با تاکید بر اینکه ایران قبل از اینکه آمریکا به تعهداتش برگردد، به تعهداتش باز نمی‌گردد، افزود: این آمریکایی‌ها هستند که باید تعهداتشان را اجرایی کنند و اینکه بخواهند اقدامات مثبت انجام دهند، ما به اقدامات آنها دقت می‌کنیم. وی با تاکید بر نظر رهبر جمهوری اسلامی گفت: ما با چشم باز و بدون اعتماد به طرف مقابل در مورد برجام مذاکره کردیم و مشخص کردیم اگر طرف مقابل تعهداتش را انجام نداد، ما می توانیم تعهدات خود را کاهش دهیم و این اقدامات را انجام دهیم. وی در مورد بحث راستی آزمایی گفت: این موضوع راحت است. ما باید بتوانیم نفتمان را بفروشیم و پول را به کشور بازگردانیم. ما باید خودمان مشخص کنیم که چه میزان می‌خواهیم نفت بفروشیم. آمریکایی‌ها نمی‌توانند برای ما تعیین کنند که چقدر نفت بفروشیم و یا شروطی را در این زمینه بگذارند. ما نباید هیچ محدودیتی را در فروش نفت و بازگرداندن پول‌های آن به کشور داشته باشیم. سخنان ظریف عملاً تأکید بر نظر رهبر است و مسلماً آمریکا چنین پیشنهادی را قبول نخواهد کرد. علاوه بر این، هر گونه شرط گذاری در مورد قرارداد برجام، از جمله اینکه آمریکا نتواند از قرارداد به راحتی خارج شود، از جنبه حقوقی به قرارداد جدیدی نیازمند است که نامش برجام نخواهد بود. بدون انجام مذاکره مستقیم و توافق، مسیر دو طرفه و اعتماد ساز حل این پرونده متوقف خواهد شد و ایران از جنبه اقتصادی خسارت‌های مالی سنگینی خواهد دید. علاوه بر این، خروج از پروتکل الحاقی به معنای پایان برجام خواهد بود. محمد
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه پیش از ترک تهران و قبل از عزیمت به روسیه در پاویون فرودگاه مهرآباد در گفتگوی تلویزیونی در تشریح سفر خود گفت: سفر امروز من به مسکو به دعوت رسمی رئیس مجلس دومای روسیه انجام می شود. وی افزود: رهبری همواره تاکید بر روابط راهبردی با کشور روسیه داشتند و این تاکید مستمر این اولویت را برای ما به وجود می آورد که اولین سفرم به روسیه با توجه به دعوت صورت گرفته باشد. وی افزود: یکی از برجستگی های این سفر آن است که در راستای مسائل راهبردی حامل پیام مهمی در همین چارچوب هستم. وی افزود: خرسند هستم که بگویم روابط بین تهران و مسکو در حوزه مسائل اقتصادی، سیاسی، مسائل دفاعی و امنیتی، در حوزه مسائل صنعتی، فناوری، علمی و دانشگاهی بسیار مناسب و خوب است. وی گفت: روابط دو جانبه، مخصوصا روابط بین پارلمان‌های ایران و روسیه که کمیسیون عالی مشترک دو کشور که به ریاست رؤسای دو مجلس اداره می‌شود و پیگیری می‌شود، توانسته این روابط را عمق ببخشد و بسیار تاثیرگذار باشد و منجر به توسعه و تعمیق روابط دو جانبه و حتی روابط بین المللی شده است. وی گفت: ما در این سفر با رئیس مجلس دومای روسیه و سنای روسیه دیدار خواهیم کرد. ضمن اینکه ملاقات‌هایی هم با مقامات عالی رتبه دولتی خواهیم داشت که رایزنی‌های خود را در رابطه با مسائل دو جانبه منطقه‌ای و جهانی خواهیم داشت. لغو دیدار قالیباف با پوتین تبلیغات زیادی را به دنبال داشته است. در همین رابطه محمد جواد ظریف وزیر خارجه در پاسخ به سؤالی در مورد سفر رئیس مجلس به روسیه و اینکه وی حامل چه پیامی است و آیا وزارت خارجه در جریان این سفر بوده است یا نه، گفت: بله، ما از انجام این سفر اطلاع داشتیم. البته پروتکل‌های کرونایی و پروتکل‌های ملاقات رؤسای مجلس امکان ملاقات با آقای پوتین را فراهم نمی‌کرد و ما این را از همان ابتدا به دوستان در مجلس گفتیم. او گفت: در وزارت خارجه و همچنین سفارت ایران در روسیه تلاش شد که سفر بسیار خوبی برای آقای قالیباف تدارک دیده شود. در این میان روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی نوع برخورد روسیه با قالیباف را توهین‌آمیز دانست و نوشت: برای افرادی که به این ماجرا از دریچه فردی نگاه می‌کنند، آنچه از پوتین نقل شده ممکن است یک برخورد شخصی جلوه کند، ولی در یک نگاه کلی و جامع این برخورد رئیس جمهوری روسیه نوعی اهانت به ایران و نظام جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به استفاده وزارت خارجه روسیه از عنوان خلیج عربی افزود: این تخلف وزارت خارجه روسیه و اقدام خلاف عرف دیپلماتیک رئیس جمهوری این کشور در نپذیرفتن دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی میبایست آقای قالیباف را به این نتیجه برساند که سفر خود به مسکو را لغو کند تا کرامت خود و اعتبار و جایگاه نظام جمهوری اسلامی را حفظ نماید. کل این ماجرا با تبلیغات گروه مشاوران قالیباف در تبلیغ دیدار پوتین و قالیباف مطرح شد و عملاً عدم انجام این دیدار باعث شد که به ضرر تبلیغاتی قالیباف تمام شد. در حالی که تأکید آمریکا و جمهوری اسلامی بر ضرورت بازگشت طرف مقابل به تعهدات بسیاری از تحلیلگران را دچار این تردید کرده که این اصرار برای شروع اقدامات توسط طرف مقابل ممکن است به روندی نسبتاً طولانی برای از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا ختم شود، برای نخستین بار یک مقام جمهوری اسلامی در سالهای اخیر و از زمانی که بحران هسته‌ای ایران شکل گرفته است از امکان ساخت بمب هسته‌ای خبر داد. علوی وزیر اطلاعات در گفتگوی تلویزیونی گفت: رهبری صراحتاً در فتوای خود فرمودند که تولید سلاح هسته‌ای خلاف شرع است و جمهوری اسلامی سراغ آن نمی‌رود و آن را حرام می‌داند، اما اگر گربه‌ای را گوشه‌ای گیر بیندازند ممکن است رفتاری کند که گربه‌ای که آزاد است آن رفتار را نمی‌کند. اگر ایران را به آن سمت‌ها هل دهند تقصیر ایران نیست، تقصیر کسانی است که ایران را به آن سمت هل دادند. این سخنان که حساب شده است نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی با توجه به چالش مذاکراتی با دولت بایدن دست به تهدید در جهت اقدامات رادیکال در صنعت هسته‌ای زدند که اگر با محاسبه لازم صورت نگیرد می‌تواند به سرعت وضعیت این بحران را پیچیده کند.
در این میان همچنین علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز روز دوشنبه به آمریکا هشدار داد حرکت ایران به سمت دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای توقف ناپذیر است و این حق قابل چشم پوشی نیست. وی همچنین با تاکید بر این که جمهوری اسلامی با وجود فراز و نشیب‌ها، فشارها و تحریم‌ها همچنان با قوت به جلو پیش می‌رود، اظهار داشت دشمنان باید بدانند جمهوری اسلامی از همه آستانه‌های قدرت هسته‌ای برخوردار است و آن را در چنگ خود دارد. وی در این حال تاکید کرد دشمن باور نمی‌کند که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح نیست. علی اکبر صالحی همچنین مشکل اصلی دشمنان را دشمنی با نظام اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی دانست و اظهار داشت قدرت هسته‌ای برای آنها فقط یک بهانه برای رویارویی با جمهوری اسلامی ایران است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین تأکید کرد آمریکا باید بداند حرکت ایران به سمت دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای توقف ناپذیر است و این حق قابل چشم پوشی نیست. وی با اشاره به اینکه اگر آمریکا همچنان فکر می‌کند با فشار و تهدید می‌تواند ایران را تسلیم کند، اظهار داشت آنها هنوز ایران را نشناختند. وی افزود برای آمریکا زشت است که پس از این همه سال هنوز نفهمیده است که با فشار، تهدید و تحریم نمی‌تواند ایران را تسلیم کند. وی محدودیت‌های آمریکا را عاملی باعث ابتکار و خلاقیت جمهوری اسلامی در رفع نیازهای خود دانست و گفت این محدودیت‌ها باعث شده جمهوری اسلامی بیشتر به سمت کسب دانش و فناوری روی بیاورد. وی یادآور شد آمریکا می‌خواست با تحریم غذا و دارو ملت ایران را گرسنه و بیمار کند، اما ایران اکنون در تولید محصولات غذایی و بسیاری از داروها خودکفاست. صالحی در ادامه خطاب به آمریکا اظهار داشت بهتر است آمریکا یک بار به جای تقابل تعاون متوازن را نیز امتحان کند. وی قدرت جمهوری اسلامی در تحمل شرایط را مثال زدنی دانست و اظهار داشت هیچ کشوری نمیتوانست با جنگ جهانی تحمیلی 8 ساله و تحریم‌های فلج کننده و قطع درآمدهای نفتی خود را اداره کند. به دلیل این مقاومت را انقلاب اسلامی و قدرتی که کشور ایران از این طریق به دست آورده است دانست. به نظر می رسد که با توجه به شرایط غیرقابل پیشبینی که پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، ایران تنها راه موفقیت در خصوص رفع تحریم ها و همچنین وادار کردن آمریکا برای بازگشت به برجام بر رفع تحریم ها و بهبود شرایط داخلی اقتصادی در ایران را تهدید آمریکا از طریق انرژی هسته‌ای دانسته است و با ادامه تعلل آمریکا در رفع تحریم‌ها به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا خطر هسته‌ای شدن تسلیحاتی جمهوری اسلامی را هرچه بیشتر خطرناک جلوه دهد. هرچند هر گونه اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی می‌تواند ایران را با بحران‌های مختلف از جمله درگیری نظامی و نیز بحران اقتصادی همه جانبه مواجه سازد. محمود علوی وزیر اطلاعات که در هنگام گرفتن این سمت خود را فاقد صلاحیت در گرفتن آن می‌دانست، در گفتگوی تلویزیونی گفته با 1 ماه حضور در وزارت اطلاعات کار را یاد گرفته است و ادعا کرده که وزارت اطلاعات از قبل در مورد ترور فخری‌زاده هشدار داده ولی نادیده گرفته شده است. وی گفت اینکه در 2 سال اخیر در مورد تروریست‌های داعش اتفاقی نیفتاده است تصادفی نیست و تلاش شده با راهبردهای جدید وزارت اطلاعات به گونه‌ای با آنها برخورد شود که مردم کمتر متوجه شوند و اگر این برخوردها نبود اکنون ناامنی‌های بسیار زیادی در کشور وجود داشت. وی گفت ما از انتقاد استقبال می‌کنیم، اما از ما انتقاد نشد بلکه به وزارت هجمه شده است و اینکه در وزارت چیزی نبوده و به آن نسبت دادند و تخریب وزارت را آغاز کردند. به یفسود 2 ساعت پس از شهادت فخری‌زاده شروع کردند علیه وزارت شعار دادن بدون اینکه بدانند وزارت اطلاعات در این مسئله چه نقشی داشته است. اما 2 روز بعد به دلیل اینکه وزارت گفت 2 ماه پیش از ترور اعلام کرده است در این نقاط دشمن کار جمع‌آوری اطلاعات انجام می‌دهد و 5 روز پیش از ترور نیز گفته بود دشمن برنامه ترور فخری‌زاده در آبسرد را دارد، شعارها متوقف شد.
وی گفت وزارت اطلاعات فقط زمان ترور را نمی دانست و با توجه به اینکه او جزء نیروهای مسلح بود و آن فردی که امکانات ترور را فراهم کرده بود هم از اعضای نیروهای مسلح بود و ما نمی توانیم در حوزه نیروهای مسلح کار اطلاعاتی انجام دهیم، از آنها خواستیم فردی را معرفی کنند تا روی قضیه کار کنیم. وی افزود متاسفانه پیش از اینکه نیروهای مسلح نمایندهی معرفی کنند فخری‌زاده ترور شد. وی همچنین به ارتقای سطح کیفی وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت مسئولانی که گزارش‌ها، تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های وزارت اطلاعات را دریافت می‌کنند، همه اتفاق نظر دارند که داده‌های این وزارت ارتقای کیفی چشمگیری یافته است که ناشی از ارتقای تحصیلی کارکنان این وزارتخانه است. سیاست رهبر جمهوری اسلامی در ایجاد نهادهای موازی از جمله سبب بحرانی اساسی در امنیت جمهوری اسلامی شده است و هر کدام از نهادها در کار دیگری اختلال ایجاد می کند. علاوه بر این سطح عامل نفوذی در نیروهای مسلح بوده که توانسته علی‌رغم هشدار وزارت اطلاعات پروژه ترور فخری‌زاده را به پیش ببرد. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد جو بایدن در گفتگوی خود با شبکه CBS آمریکا حرفی درباره توقف غنی‌سازی اورانیوم مطرح نکرده است. وی گفت توقف غنی‌سازی نظر خبرنگار شبکه CBS بوده است. بر اساس اخبار منتشر شده از گفتگوی تلویزیونی جو بایدن، بسیاری از رسانه‌ها اعلام کردند که وی در پاسخ به اینکه آیا آمریکا قبل از توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران حاضر به برداشتن تحریم‌ها هست، پاسخ منفی داده است. بنا به گفته سخنگوی کاخ سفید، موضع رئیس جمهوری همچنان تغییری نکرده و همچنان بر همین پایه است که اگر ایران به اجرای کامل تعهدات خود بازگردد، آمریکا هم همین کار را خواهد کرد. به گفته جن ساکی، آمریکا قصد دارد تا از برجام به عنوان سکویی برای توافقی طولانی‌تر و محکم‌تر در توجه به سایر نگرانی‌ها استفاده کند. سخنگوی کاخ سفید همچنین روز دوشنبه اعلام کرد اگر قرار باشد تغییری در سیاست اساسی آمریکا صورت پذیرد، کاخ سفید آن را به شیوه دیگری اعلام خواهد کرد. وی افزود موضع کاخ سفید فرقی نکرده است. اگر ایران به تعهدات خود در مورد برجام عمل کند، ایالات متحده هم همین کار را انجام خواهد داد. وی در این حال خاطر نشان کرد که کاخ سفید برای تحقق این امر همچون اوایل دستیابی به توافق در این زمینه با شرکای گروه 5+1 رایزنی خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید همچنین به حضور جو بایدن در تیم حامی توافق برجام در دولت اوباما اشاره کرد و با بیان اینکه بایدن بخشی از دولت پیشین بوده است که از این توافق حمایت کرده اظهار داشت موضع رئیس جمهوری قطعاً موضع تیم امنیت ملی خواهد بود. به گزارش رویترز، فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی که به مصر سفر کرده، در یک کنفرانس خبری بار دیگر خواستار حضور کشورش در روند مذاکرات هسته‌ای با ایران شد. بن فرهان بار دیگر فعالیت هسته‌ای و موشکی ایران را برنامه‌های تهدیدآمیز خواند و گفت که در هر توافق و مذاکره‌ای باید کشورهایی که بیش از همه در معرض تهدید ایران قرار دارند حضور یابند. فرهان سپس به موضوع بحران یمن پرداخت و گفت ریاض خواستار حل و فصل سیاسی جنگ یمن است. وی افزود حملات موشکی حوثی‌های یمن غیر نظامیان را در عربستان هدف قرار می‌دهد.